همراه هستیم با دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر. آقای دکتر هنرور سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با توجه به حضور 6 انتشارات مستقل ایرانی و عدم حضور ناشران دولتی و حکومتی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، به نظر شما این غیبت چه پیامی در ارتباط با آزادی بیان و فضای فرهنگی در ایران به مخاطبان جهانی منتقل میکنه؟ بفرمایید. ضمن عرض سلام و ادب احترام، ببینید جمهوری اسلامی امسال، سال گذشته و بلکه سال قبل هم فکر میکنم، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت غرفه نداشت. ناشرانی از داخل ایران به استقلال شرکت کردند و علاوه بر اون ناشران فارسی زبان به اصطلاح کتاب هایی که در اروپا فعالیت میکنند، انتشاراتی در اسکاندیناوی، در فرانسه، در از و کشورهای گوناگون که کتاب‌های فارسی رو چاپ می‌کنند، این گونه ناشران و بعضی ناشران حالا فارسی زبان افغان که شرکت می‌کنند و بعضی کتاب‌های ایرانیان رو هم چاپ می‌کنند. حضور این ناشرها و تبادلات فرهنگی که رخ میده و همچنین حضور ناشران اسلامی گوناگون از کشورهای مختلف نشون میده که این دیالوگ و گفتگوی بین افکار، فرهنگ‌ها، ادیان و تمدن‌ها کماکان پابرجاست. اما اینکه ناشران حکومتی شرکت ندارن یا خود حکومت جمهوری اسلامی غرفه‌ای رو نداره، این با فضای کلی به اصطلاح دیالوگ‌های فکری و گفتمانی در غرب هماهنگه، چون اینها آزادی بیان رو و به اصطلاح تنوع رو و چند صدایی بودن رو میخواهند و میپسندند و مقابله با اون رو و امر سانسور رو بر نمیتونند. ببینید، هم خانم روس در افتتاحیه و هم خانم الیف شفاک روی چند نکته که دست گذاشتن اینه که همونقدر که دموکراسی و آزادی نیازمند کتاب و افکاره، کتاب و افکار هم نیازمند دموکراسی و آزادی هست و الا این رابطه دو سویه از بین میره. اون چه که به اصطلاح ضامن به وجود اومدن دموکراسی های غربی بوده عمدتا کتاب های دوره روشنگری در غرب بوده و اگر که امکان انتشار و خواندن این کتاب ها وجود نمی داشت، غرب هرگز به دستاورد های فعلیش نمی رسید و عقلانیت جمعی جهانی به این سرعت شکل نمی گرفت. از سوی دیگه خانم شفاک هم رو نقطه جالبی که دست گذاشته اینه که ما نسبت به گذشته نادانتریم، با وجود اینکه بیش از همیشه اطلاعات و مطالب ما رو احاطه کرد، چون اشباع شدن محیط از اطلاعات در حد زیاده که این اطلاعات قابل بررسی و راستی آزمایی نیست و وقتی ما با کتاب ارتباط برقرار میکنیم با چیزی قدیمیتر و اصیلتر ارتباط برقرار میکنیم. ایشون میگه که ما دقیقا نیازمند کتاب ها هستیم، ما نیازمند ژورنالیسم کنتر هستیم و این جمله که چیزی را نمیدانیم رو فراموش کردیم. تو که نقطه آغاز خرد همینه و همین لازمه خرد کتاب و نمایشگاه کتاب فرانکفورت میتونه یکی از اثرگذارترین امور در این زمینه باشه که این همه ناشر در کنار هم جمع بشن. من یه اشاره کوچکم بکنم به حضور بسیار پررنگ ناشران اسلامی از کشورهای گوناگون. امسال در سالن 5 چند قدم اونورتر از غرفه بسیار لوکس و پربار واتیکان آدم قسمت ناشران اسلامی رو که ملاحظه میکرد، علاوه بر حالا ناشران سنتی مثل الاسلام که مال جماعت احمدی آلمانه و 40 سال حضور داره، ناشرانی از اندونزی، مراکش، عربستان سعودی و حتی افغانستان بسیار بسیار پربار درخشیده بودند و مورد استقبال قرار گرفته بودند. بله، سپاس از همراهیتون. با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.